وزارت راه و ترابری عراق اعلام کرد که خط کشتیرانی مسافری بین ایران و عراق پس از سه سال توقف دوباره از طریق شط عرب رود از سر گرفته شد. این وزارتخانه طی بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر افزود شناورهای شرکت عمومی حمل و نقل دریایی یکی از زیر های وزارت راه و ترابری عراق 46 مسافر را به لنگرگاه خرمشهر رساندند. در این بیانیه آمده است کازم فنجان الحمامی وزیر راه ترابری عراق اعلام کرد به دلیل اهمیت حمل و نقل دریایی کشورش آمادگی راه اندازی و از سرگیری آن را در داخل و خارج عراق دارد. عبدالکریم الجابری مدیر شرکت عمومی حمل و نقل دریایی عراق نیز تأکید کرد که این شرکت مجهز به قایقهای پیشرفته است که توانایی انجام سفرهای موفق به مقاصد دور و نزدیک را دارد. هر افزود از سرگیری خط دریایی میان عراق و ایران می تواند جنبه گردشگری پیدا کند و از ازدهام موجود در مرزهایی مانند شلمچه خصوصا در ایام زیارت میلیونی اربعین حسینی بکاهد. پیشتر مدیر کل بنادر و دریانوردی خورم شهر نیز با استقبال از این امر به ازدهام جمعیت در مرز شلمچه در ایام اربعین حسینی اشاره کرد و گفت آمادگی داریم این خط کشتی رانی را با ظرفیت روزانه 300 نفر راهاندازی کنیم.